مشکلات کشور تو این سالا اینه که ما انتخاب هامون مبتنی بر برنامه ها نبوده، انتخاب ها مبتنی بر صنعت دیو و دلبر بوده. ما داریم از بطن جامعه صحبت میکنیم. هنوز نسل اول، نسل دوم و نسل سوم انقلاب با آرمان های انقلاب وفادارن، علی رغم همه بیمهری ها و علی رغم همه اشتباهات. به نظر بنده، بقیده بنده، ما الان موقع شده که دیگه از این دعوای جناحی بکشیم بیرون، از دعوای بین چپ و راست خارجیم، دعوای بین اصلاح طلب و اصولی، از این دوگان سازی رو بیاییم بیرون. مجلس با چند تا کار سریع انجام بده، نظارتش رو به طور بیرحمانه در حوزه قاچاق کالا انجام بده. ببین، هر کی که انتخابات رو تحریم کنه متعلق به این مردم نیست، هر کی انتخابات رو تحریم کنه متعلق به بیگانگانی است که میخوان این کشور به سمت نابودی بره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا استودیو بدون توقفه و ما هم همگام با این جو داغی که درباره انتخابات مجلس هستش، فضای سیاسی کشور رو رصد میکنیم و با حضور فعالین سیاسی به بحث و تبادل نظر میپردازیم. حتما نظراتتون رو به ما منتقل کنیم. این نظام انتخابات ما اگه اصلاح بشه، یه دادم میاد کمک نماینده میکنن که رأی بیاره، بعد نماینده خودشو موظف میدونه کارهای اینا رو بیشتر بگیره. این امر واقعیه و ایراده و غلطه. تا نظام انتخاباتی ما تغییر نکنه، نماینده بذاره که به یه مجموعه، اینجا من میگم اتفاقا به یه حزب بدهکار باشه بهتره تو چند تا اشخاص حقیقی بدهکار باشه که کارهای شخصی اینا رو باید پیگیری کنه. شما همین الان داشتین میگفتین نماینده ها چرا نماینده منطقه، چون بیان مطالبات منطقه رو دنبال کنن، بعد دارین میگین حالا نماینده تو بودجه مربوط به منطقه کاری نکنه. برای چی نماینده منطقه است؟ نماینده ملی باشه. ما یه سری سنوف رو انداختیم که این سنوف حد واصل بین مردم و دولت باشن، مثل نظام های سنفی مختلف. بعضا این نظام های سنفی رو پدرشون رو در آوردیم، بعضا بعضی از نظام های سنفی رو انقدر بهش قدرت دادیم که نتونستیم ادارهشون بکنیم. خیلی ممنون از بزرگواران. میخوام چون قسمت پایانی جمع‌بندی کنم، هر کدوم از دوستان یک دقیقه جمع‌بندی مباحثشون رو بکنم، بعد در خدمت های بحثش بشیم. بفهمید بزرگ. موضوع کارآمدی بود. من خیلی سریع مجددا عرض بکنم که کارآمدی مجلس، وقتی مجلس کارآمدیه که نماینده‌هاش کارآمد باشن. کارآمدی و چند تا سرتیتر میگم و رد میشم. نماینده کارآمده که اولا متخصص باشه، دانش داشته باشه، تجربه داشته باشه، هوش ادراکی، هوش اجتماعی بالا داشته باشه، برنامه داشته باشه، شجاع باشه، جسور باشه، مؤمن باشه، ساده زیست باشه، تمام صفات خوبی که فکر میکنید یه کارگزار نظام باید داشته باشه، باید یه نماینده مجلس داشته باشه که بتونه از حق مردم دفاع بکنه. جناب صالحی بفهمید. خواهش میکنم، نکته خاصی بنده ندارم، فقط میخوام عرض کنم که متاسفانه ما از گذشته ها عبرت نمیگیریم. حضرت آقا فرمودن تو بیانیه گام دوم که ما بعد یکی از مهمترین بحث‌ها الان نگاه به ظرفیت ها بود، یکی نگاه به تجارب و گذشته بود. فلذا عرض بنده اینه که در بعد ورود به گام دومیم، ای کاش، یعنی من دوست داشتم سوالا به این سمت میرفت که ببینیم حضرت عالی آیا هیچ ایده‌ای دارید برای اینکه آقا یک جریان سومی باید در کالبد بدن اصولگرایی دمیده بشه. یعنی سازوکارهای سابق جواب نمیده جناب آقای بصری باش. یعنی چرا؟ چون یه افتراق بزرگی فیما بین نظام مسائل مردم و سطح حکمرانی بدنه اصولگرایی وجود داره. این افتراق بزرگ، این حلقه مفقوده باید حل بشه. نیاز هست که انشالله یک حرکت جوانانه، همینجور که حضرت آقا فرمودن، انشالله جوانان مؤمن انقلابی همچون حضرت عالی و سایر دوستان بتونن یک نفس تازه‌ای رو انشالله در کاربد اصولگرایی بدن. متشکرم. حضور سرکار خانم بفرمایید. در خدمت دوستان میشه باشیم؟ من در نهایت بگم امکانش هست؟ نه بفرمایید، میخوام چون ترتیب رعایت تمایل داشتم که نه بفرمایید. اول من
میخوام تشکر کنم از آقای صالحی بزرگوار، چون انقدر که ما الان شاخص ها و دغدغه های جبهه اصولگرا رو در این لحظات و لحظات قبل حس کردیم، در اتاق فکرای خودشون حس نمیشون. و اینکه تأکید داشتم یک بحث درون حزبی بین دو بزرگوار بود، ما اینجا فقط مستمع بودیم. و یه بحث دیگه این که من در ابتدا فکر کردم که با در واقع پیامی که داده های صحبت های ایشون به من داد این بود که ایشون هم با احزاب موافقند. حالا نمیدونم واقعا هستن یا نیستن، چون داشتیم فکر میکردیم که چگونه تقویت بشن احزاب، ولی نمیدونم حالا این دوتا جبهه چه کردند که براءت میجویند همه، چه اصولگرا چه اصلاح طلب از حزب پاشون، و اصطلاحا سر نخواستنشون دعواست. نمیدونم این چرا اینطوری شده، اما شده. و یه مسئله دیگه که در صحبت‌های شما خیلی مشهود بود این بود که شما می‌فرمودید ما این کارو کردیم، منطق درست بود، روش غلط بود. چون همش دارین میگین منطق درست، بله منطق درسته، اما این منطق رو اجرایی کردن خودش یه فنه. خیلی حرف خوب دارن ولی خوب حرف نمیزنن، برعکس شما که ماشاءالله خیلی خوب صحبت می‌کنن. دست شما درد سرکو خواهیم بفهم، نماینده خوبی میشی یا خوب شما بذاریم. یه نکته ای که ازش غافل شدیم بحث نظارت بر رفتار نمایندگان بوده. من فکر میکنم که یه بخشی از همین فسادی که یه تعداد قابل توجهی از نماینده های ما رد صلاحیت شدن، اگر به موقع بحث نظر در رفتار نمایندگان اتفاق می افتاد ما الان باهاش مواجه نمی شدیم. نکته دیگه این که کارآمدی واقعا نه کپسول نه آمپوله که ما بگیم که الان ما یه قرصی میخوریم از فردا کارآمد میشیم یا یه آمپولی میزنیم. کارآمدی واقعا یک فراینده و به یک گونه از تفکر نیاز داره، و این تفکر تا همون تفکر که مقام معظم رهبری اشاره کردن مبنی بر اینکه ما باید قوی بشویم، ما میتوانیم، چه در بیانیه گام دوم چه در فرمایشات اخیرشون، این یه تفکره. مسئولی که این تفکر رو نداشته باشه ما نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم که خودش کارآمد باشه که بعدن یک نهادی رو بیاد و کارآمد بکنه. بنابراین این توقع رو هم من اینجا شاید خیلی متوجه مسئولینی که اساسا دغدغه کارآمدی هم ندارن نمیتونیم متوجه بکنیم. من فکر میکنم که اینجا مردم واقعا این بار به همون بحثی که آقا اشاره کردن که چهره افراد یا پولو چلو اینها توجه نکنن. دست شما درد نکنه، متشکرم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای جمع‌بندی راستش من به ذهنم اومد که موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان رو باز بکنم این مقدار، چون دغدغه دوستانم هست. گفتن که این 80-90 نفر بازم 4 ماه قراره بر ما تقنین بکنن. من تکرار بکنم این رو که نماینده طبق قانون اساسی به هیچ وجه نمیتونه عزل بشه. تو همه جای دنیا چیز، همه جا که میگم کشورهای بهتر لحاظ پارلمانی، یه چیزی دارن به اسم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. بیسش چیه؟ میگه آقا خانم نماینده، بنیادش چیه؟ بنیادش برای اینه که آقا اختیارات زیادی به شما دادیم، نظارت بیشتری هم بر شما میکنیم. به خاطر همین یه چیزی تعریف کنم به اسم کدهای رفتاری. اگر شما به عنوان مردم میتونید 10 تا ماشین داشته باشید، 7 تا خونه داشته باشید، نوش جونتون، ولی آقای نماینده تو حق نداری. چرا؟ چون تو تصمیماتی داری میگیری که 80 میلیون نفر رو متاثر میکنه. قانون نظارت بر رفتار نمایندگانی که الان ما داریم این کدهای رفتاری رو نداره. دل بخواهی میشینن تصمیم میگیرن، میگن آقا اون رفته توی گمرک فحاشی کرده، بعدش میاد میگه بله بهش هم ظلم شد به اون نماینده، رفته نماینده زده زیر گوش مامور پلیس، هیچ اتفاق نمیفته. مشکل اخلاقی، فساد در حوزه خودرویی، هیچ اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اون کدهای رفتاری رو نداریم. تو این قصه هم راه حل چیه؟ یک، اینکه الان قول بدن و وعده مشخص بدن در این حوزه قراره چیکار بکنن، چون خلأ جدیه. یکی از چیزایی که حلش میکنه شفافیته. اگر ما شفافیت در حوزه‌های مختلف رو داشته باشیم، دستمون باز نظارت بهتری بر مردم داشته باشیم. من نکته پایانی می که این قصه اصلاح طلب اصولگرا به هیچ وجه نداره، مثل همه اون موارد دیگه که بنده عرض کردم. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. آقای وصفش، می‌خوام شما جمع‌بندی هم سوالات و هم جمع‌بندی خودتون رو داشته باشید تو پایان. منم این سوال رو اضافه، سوال که نه، حالا آره شاید سوال باشه، اضافه می‌کنم که مردم فارغ از همه این زیرساخت‌های اشتباهی که باید اصلاح بشه و اینا و قوانین مشکل داری که داریم، اگر بخواید به مردم امید بدید که مجلس 11 که شکل میگیره توی این 4 سال میتونه متحول بکنه فضای زندگیشون رو تو حوزه های مختلف، متحول هم نه یعنی 100% نه، یه اقدامی انجام بشه که مردم این رو درک بکنن، چجوری این امیدو به مردم؟ خب
خیلی ممنون از همه دوستان عزیزی که انصافاً هم بحث خوبی داشتیم، فارغ از برنامه تلویزیونی هم یاد گرفتم از بزرگوارا، هم نکاتی که برام کمتر شاید مهم بود و شما اهمیتش رو بهم یادآوری کردید و همه بزرگوارانی که سوال کردن و سوالاتشون خیلی خوب و دقیق و ناشی از دغدغه‌ای که داشتن بود. ما الان اولین سال گام دوم رو تموم کردیم، یعنی گذر، یعنی بالای 40 ساله دوم شدیم، سال اولش هم تموم شد. ما الان در دوران پسا سلیمانی دیگه به سر میبریم، یعنی ما یه رکوردی به نام حاج قاسم سلیمانی رو زدیم. ما حواسمون باشه راجع به مردم، عزیزمون که سوال کرد غلطه، اینا همون مردم هست، همون مردم هست که میان برای حاج قاسم اینجوری گریه میکنن، عشق میریزن و این دیدیم دیگه، دیگه اصلا یه معجزه بود در ایامی که همه میگفتیم که اصلا مردم دیگه کجا. ما اگه از مردم، تو مردم، تو تحلیل مردم دچار خطا بشیم، تصمیماتمون برای یه مردم دیگه است که فکر میکنیم مثلا یه جای دیگه دارن زندگی میکنن به معنی واقعی. من از الان به بعد که سوالاشم تو عرض بکنم، در حوزه نظارت بر رفتار نماینده ها حتما باید مجلس 12ام، این مجلس 11ام، این که الان وجود داره چیز شبیه شوخیه، حتما باید اصلاح شه، واقعا شبیه شوخیه. این نظارت اصلا خود نماینده ها میشن همه هم با هم رو درواسی دارن، این که باشه فلان تمام میشه، باید عوض بشه. شفافیت آرا هم مطالبه اکثریت مردم هم لازمه، یه گام به جلوه، یه گام به جلو. چند تا موضوع اورژانسی هم تو کشور وجود داره که مجلس، عرض کردم در بخش های قبلی عرایزم که ما الان با آخر دولت طرفیم، دولتی که باید کنترل کنه، مجلس باید چند تا کار سریع انجام بده، نظارتشو به طور بیرحمانه بر حوزه قاچاق کالا انجام بده. بیرحمانه است اینجا، یعنی رهبری عزیزم تعبیر بیرحمانه رو برای مبارزه با قاچاق استفاده کردن، واقعا داره زمینگیر کرده. ما نمیتونیم به قاچاق همینجور داره میاد بدیم که چرا کارخونه ها تعطیل، کارگاه تعطیل، کاملا نظام علی معلولیه، دنبال مقصر از خارج از مرزها هم نگردیم تو خیلی از بخشاش. کنترل قیمت ارز تو حداقل تو یکی دو سال آینده جزء ضروریت‌های قطعیه، دلیلش اینکه درصد قابل توجهی از کالاهای ما، چه مواد اولیه، چه کالای ساخته شده، چه کالای نیمه ساخته شده، وارداتی هست. وقتی ارز قیمتش میره بالا، همه اینا میره بالا، بعد ما هم نظارتمون ضعیف، کالای داخلی هم خودش میخواد همتراز کنه میره بالا. یعنی ما کنترل از توی که دو سال که واقعا مردم دیگه تحمل شوک تورمی واقعا دیگه ندارن، یعنی هزار یک نهادهای حمایتی کمک رو یه ذره میبرن بالاتر، 50% ولو 100% میبرن بالاتر، یه شوک اقتصادی کافیه دوباره به درکای پایین در فقر ما اضافه بشه، با تواصل به این باشه. برای حوزه کنترل بازار جدی ما یه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داریم، جزء اصلا اونم شبیه همون مثل نظارت بر رفتار نمایندگان، اون همونقدر جدی که اون جدیه کلا. یعنی بعضی از این شوخی‌ها رو جدی کنیم تو دوره آینده. گام دوم گام تکرار تجربه‌های خوبه، گام جلوگیری از تکرار تجربه‌های بده و غلطه. اگه ما دوباره همون مسیر رو بریم، چه گام دومی؟ 10 تا گام دیگه هم بیاد که همونیم. پس حالا تو انتخابات مجلس، ما چاره‌ای نداریم جز امیدوار باشیم. واقعا کشور خودمونه، این مردم خودمون، واقعا مردم هم تو صحنه با همه گرفتاری که وجود داره. خدا وکیلی این حاصل خواهرمونه، این حاصل حکمرانی خوب رهبری از این، اینجوریه. این حاج قاسمی که شما دیدید پره تو این کشور. من توی جلسه بودم، بخی سیاسیون حالا با سلاق مختلف جلسه بودم. گفتن نه حاج قاسم چون که درگیر مثلا موضوعات این چه نمیشد محبوب. نه خیر، حاج قاسم ماحصل حکمرانی همین کشور شماست. حاج قاسم کی بوده مگه؟ حاج قاسم حکم رهبری بود، نله به نه تابع فرمان رهبری بود. پس حکمرانی شما، ما میدونیم ما میخواییم بریم مشهد مقدس، مسیر انقلاب تغییر نکرده، ممکنه ماشینمون داره توی این وسط خراب میشه، بعد چرخش رو عوض کنیم، ماشین رو بهتر کنیم، ماشین رو مرتبتر کنیم، حرکت کنیم، بریم جلو. این همین انتخابای درسترمونه دیگه. این انتخابها تو مسیرمون اصلاح ماشینه، اصلاح وسیله نقلیه است. رهبری عزیز فرمون رو گرفته و موقع مسیر کشور مسیر درستی که درگیر این کار. نکته بعدی، ما حواسمون باشه انتخابات ها عرصه تولید دو قطبی های کاذبه. یکی از دلایل مشکلات کشور تو این سالا اینه که ما انتخاب هامون مبتنی بر برنامه ها نبوده، انتخاب ها مبتنی بر صنعت دیو و دلبر بوده. یه عده می شدن دیو، یه عده می شدن دلبر،
یه دمی شدن موافق آزادی، یه دمی شدن مخالف آزادی، یه دمی شدن موافق جنگ، مخالف جنگ. اینا بوده دیگه. معمولا نمیخوام بگم همه، خیلی از انتخابات ما ببینید در چند سال اخیر این صنعت دو قطبی سازی سنگین راه افتاده تو کشور، بعضی هم استاد این کارن. بعد مردم توی محیط قرار میگرفتن، بعد انتخابام لازم انتخابای درستی نمیشه. ما باید اینو بذاریم کنار. این گام دوم، یکی از ویژگی‌های گام دوم و حکمرانی بهتر در 40 سالای دوم انقلاب کردن ما که الان باید بهش بپردازیم، که انتخابات هم یکی از اون مقاطع جلوگیری از این روش‌ها و متدهای غلط انتخابه. به شما بگم حدود 70% کشور ما بعد از انقلاب متولد شدن. 70% کشور ما متولدین بعد از بهمن 57، یعنی الان زیر 41 سالن. یعنی ما با یه جامعه بسیار جوان طرفیم که اون که عرض کردم با بسیار سیستم عاملای قدیم دیگه نمیتونیم باشون مواجه بشیم. یکی از این سیستم‌های غلط انتخاب‌های بدی بوده. انتخابی که ما بر مبنای دیو و دلبر رأی میدادیم، عزیز اون که ما چند دوره انتخاب کردیم چی شد اوضاع؟ چرا خیلی از کشور ما امروز، به شما بگم به عنوان جملات آخرم، یه روز انقلاب شما سال 41 سال پیش اتفاق افتاد. کی بود انقلاب؟ کجا بودیم ما؟ ما یه قطب بود لیبرالیسم با مبدأ امریکا، یه قطب هم بود سوسیالیسم با مبدأ شوروی سابق. اصلا ایران که شوخی بود، کسی ایران تحویل نمیگرفت اون موقع. که امام اومد تو بهمن 50 گفت ما هم تازه یکی هستیم، کنار اینا گذاشت. یادتون الان بزرگترا باید حتما یادشون رو تایید می‌فهمه که نسل بعد از انقلابیم. امام گفت تازه ما هم هستیم. دیری نپایید که سوسیالیسم رفت، دوباره شد که عالم دو دو قد. یه قد شدن اونا، یعنی مفته آمریکا لیبرال، یه شدن ما انقلاب بسیم مفته ایران. تازه اون موقع یه نهال نوپا بودیم، امروز قطب برتر دنیای شما. این ماحصل کار خود شما هست، کم نگیرید، مشکل خیلی داریم. الان تو دنیا دو خداوکیل غیر دو قطب تو دنیا، یه قطب رهبر شما داره حرف میزن، یا کشورها باید با ایران باشن یا باید با آمریکا باشن. یعنی ایران شده محور آزادی خواهی و عدالت در دنیا، اونا شدن محور ظلم و سلطه و فلان. این ماحصل 40 سال حکمرانی که انجام دادیم. بعضی وقتا این اشکالاتی که دور بر ما پیش میاد، ببینید در وجه اصلا که درست هم از واقعا همش هم وارده و همه هم مردم گله مندن و واقعا حرفای درستیه، یه دفعه حواسمون از مسیر درستی که جلو اومدی پرت نکنه، خدای نکرده. این ماحصل 234,000 خونیه که ریخته شده. امروز شما توی این قدرت هستید. این انتخابا به قدرت‌های ما اضافه میکنه و سرعت ما رو بالا میبره. به نظرم گام دوم انقلاب گام این مدل تصمیم گرفتن هاست که رفت. ولی این جزئیاتی که راجع به مجلس گفته شد و شنیده شد و دوستان همه فرمودن و همه هم درسته، واقعا مجلس ما هنوز به مجلس تراز نرسیده. مجلس اول ما اسمهای بزرگی توش بودن، لاجرم به این معنا نیست که ساختار مجلس اول ما ساختار خوبی بود، نه، آدم ها آدم های درشتری بودن، اسما برای ما معروفتر بودن. رهبر انقلاب مجلس اول بودن، همین آقای روحانی رئیس جمهور مجلس اول بودن، شهید دیالمه که نام مجلس خیلی مجلس اول بودن. اسم ساختار مجلس خیلی بهتر از ساختار الان نبود. 40 سال اومدیم جلو، 40 سال دیگر همین جوونا باید ببرن جلو، 40 سال دیگر که حتما اشتباهات گذشته ان شاء الله تکرار نکنیم. و من به این امیدوارم ان شاء الله مجلس 11 مجلس بهتر، مجلس کارآمدتر، مجلس سالمتر، مجلس دست پاکتر، مجلس انقلابیتر، مجلس نوتر، مجلس بانشاتر. خود نوگرایی هم دوستان مهمه. ما خونمون هم ارزگاهی مبلمان خونه و تلویزیون رو جابجا میکنیم برای اینکه نوگرایی رو پاسخ بدیم. نمیتونیم تو مجلس که پاسخ ندیم. اینم خودش موضوعیت داره که انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنونم از آقای وصفاش، لطف کردین تشریف آوردید توی برنامه ما. من فکر میکنم حداقل اگه خود این نامزدها و حتی فعالین سیاسی کشور این مباحث رو ببینن، فارغ از حالا جنجال‌ها و بحثایی هم که داریم، موارد خوبی مطرح میشه. مدل برنامه الحمدلله به جوری هستش که میتونه مورد استفاده اونها قرار بگیره. از شما ممنونیم که تشریف آوردید. من شما ممنونم. بزرگواری از همه دوستان ببخشید اگه قضیه صحبت داد. نه میدونم مدل برنامه ما شدید همگی، ببخشید اگه پاسخی ندادم. بزرگواری خودتون ببخشید. از دوستان تشکر میکنم، از دوستان حاضر در سالن ممنونم، ببخشید خیلی طولانی هم شد، خسته هم شدین. آقایون، دوستان، خواهران و برادران، اون چه که مهم هست اونیه که اگر ما گلایه از دولت داریم که داریم، معتقدیم بخش عمده ای از اصلاحات دولت رو قبول نداره. اگر هم سکوت کرده دندون رو جیگر گذاشته و یه عده ایشون حالا به
تعبیری ناچارن به قول معروف سکوت کنن، یا دیدم با ریز درنگی و رندی سکوت کرده. این گام دوم یه مفهومی توش داره، یه فلسفه توش وجود داره. گام دوم مفهومش این هستش که نسل جوان پرسشگر امروز دغدغه فردای خودش رو داره. اگر کسی بخواد مردم رو تشویق به عدم شرکت در انتخابات بکنه که بهش ایرانی نمیشه. بحث اصلاح طلب یه بحث دیگه هست. قسمت پایانی برنامه هست دوستان، در حد 3-4 دقیقه هر کدوم شروع کنند، خدمت دوستان میرسیم. 3-4 دقیقه جمع‌بندی حرف‌ها رو که بعدش هم خدمت آقای خرازی برسیم از جمع‌بندی. بفهم سوالی که بود باید های مجلس. خب من تابلوهای دوستانم داشتم میدیدم، به نظر بنده قدم اول اینه که ساز و کاری باید باشه که شایستگان معرفی بشن به مردم، در معرض رأی مردم قرار بگیرن. خب برای اولین بار من این دوره دیدم مجموعه‌ای که این ساز و کارا دارن اجرا میکنن، آزمون برگزار میکنن، آزمونه به قول من رو فنی تخصصی چند ساعته از بین نامزدهای که هستن و معرفی میکنن این نامزده رو به مردم. خب این خیلی کمک خوبیه. یکی از مجموعه‌ای هستن که حالا اسم نیارم شاید بهتر باشه چون و اما باید های مجلس. خب دوستان خیلی اشاره کردن چند مورده، من اینا رو تیتوار میگم و خیلی از سریع از روش رد میشم. یکی این که بعد از اینکه نمایندگی شایستگیش احراز شد و در رأی و رفت تو مجلس، اولا باید درد مردم رو بشناسه. اگه درد نشناسه، اگر تخصصش تو اون زمینه تخصصی نباشه، قطعا میاد تو مجلس با انبوهی از مسائل و موارد و مشکلات روبرو میشه، بین کمیسیون و لابیگری تو کمیسیون وارد میشه، بدون برنامه میره. یعنی باید شناخت دقیق و کامل از درد مردم تو هر حوزه‌ای، اگر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روابط خارجی داشته باشه. دوم جسارت لازم داشته باشه برای اینکه بتونه در مقابل این موارد و مشکلات بیست محکم مبارزه بکنه. و شفافیت مالی اقتصادی، آقا تو چقدر درآمد داری، چقدر حقوق میگیری، واریزیت کجاست، دریافتی چیه، بعد هزینه کرده و اینکه هزینه‌های تبلیغاتی، بیاد هزینه تبلیغاتش خیلی شفاف بیان بکنه. چرا فرار میکنن یه سری از نامزدها از اینکه هزینه تبلیغاتشون رو بگن؟ تو حمایت از طرح‌ها و لوایح کاملا مشخص و شفاف موضعش رو بیان بکنه یه نماینده. یعنی این مطالبه عمومیه. بسیار ممنونم آقای علیزاده، شما بفهم. مطالب خوب خیلی متنوع و پراکنده شد. یه بخشی از عرایض بنده رو دوستمون فرمودن، من برگردم به یه جمله آقای دکتر خرازی که متاسفانه در کشور احترامی برای حزب قائل نیستیم. متاسفانه احزاب در کشور احترامی برای خودشون قائل نیستن. چرا؟ من مکانیزم تنظیم لیستا رو عرض بکنم تو شهرستان. حالا بیشتر این نیستش که بگن آقای اصلاح طلب یا آقای اصولگرای شاخص برو ثبت نام کن تو تیم ما. میبینن کی شاخصه، کی قرار رأی بیاره، میگن تو بیا تو تیم ما. شخصا با دو تا از نماینده های فعلی اصلاح طلب صحبت کردم، یکشون عضو هیئت رئیسه هم هست. گفتم شما که اصلاح طلب هستید، ادامه جمله‌ام رو قطع کرد. خب ببین ما که چیز بود دیگه، ما اومدن گفتم میخوای بذاریم تو لیست، ما خیلی اصلاح طلب و اینا نیستیم. بعد گفتیم باشه گذاشتن. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این مصاحبه آقای کواکبیان مصاحبه چند باره ایشون میشه که آقا 70 و چند نفر از اینا که توی لیست امید بودن اومدن تو مجلس گم و گور شدن، رفتن فراکسیون مستقلین ولایی زدن یا مثلا تو اصلا فراکسیون ولایی رفتن. چرا این بده؟ چون من شهروند تهرانی رفتم به تمام این لیست رأی دادم با آرمان‌ها و شعارهایی که داده، بعد منو گول زدن رفته فراکسیون مستقلین زده. خب به چه حقی این کارو کرده؟ احزابی که اومدن این حزب رو، این لیست رو پشتیبانی کردن، اومدن عذرخواهی بکنن از بنده مردم که بعد بگم حزب چه احترامی برای من قائل شده، چه احترامی برای خودش قائل شده، بگه آقا اشتباهی این آدمو گذاشتم. عذرخواهی میکنم، پاسخگو باشه. همین دیگه، یه نوع پاسخگویی همینه. آقا این قرار بود بره فراکسیون امید تشکیل بده، رفته فراکسیون مستقلین ولایی تشکیل داده که مستقل نیستن. آقای خرازی فرمودن نه چپ نه راست. من میگم اینا هم چپ هم راست. متشکرم جناب استاد. بفهم من عرض کنم؟ این پس آخرین کلامه دیگه. خب یه ذره چون مباحث تو آره جسته گریخته هست، من عذرخواهی میکنم. آره مباحث شما هست. نگاه کنید یه نکته، این که دوگانه، یه نگاه کنید دوگانه انقلابی غیر انقلابی، اگر هم ملت به دوگانه پایبند باشن، دوگانه انقلابی غیر انقلابی است. همینجور که آقا فرمودن تا آقای دکتر هم تصریح کردن، دیگه فکر میکنن مردم
گذشتن از این که به هر حال این لیست اصلاح طلب، این لیست اصولگراست و بیان به این شکل لیستی رأی بدن. لذا عرض من اینه که آقا هم که مواردی رو فرمودن، یعنی مشخص شاخص ها مشخص مردم، ما فکر نمی کنم توی انتخاب مشکل داشته باشن. متشکرم. من عذرخواهی میکنم. دست شما بزرگواری. دست شما درد نکنه. سرکار خواهیم بفهمم. اگه نوبت منه که بگم، بذارین خود اصلاح طلبا تصمیم بگیرن که الان از این دولت من حرفام زیاد آره تشکر کنن یا آره نقدش کنن، اینو خواهشی که دارم. و اینکه واقعا مطالب خیلی زیاده، من عذرخواهی میکنم، سعی میکنم که دوچار اتهام نشم، تکراری هم نگم. من فکر میکنم که راهکار شفافیت همون مطالبه گریه که الحمدلله الان انگار در جامعه هست. این مطالبه گری که در جامعه هست یه ارتباط تنگاتنگی داره با اون پاسخگویی، ولی فرزند اونه. این مطالبه گری بیاد احزاب رو تقویت بکنه، حالا که حزب وارد شده من از حزب جواب بخوام. این یه مطلب. خب تو انتقاد قبلی دوم خب اجازه بدید چون جنبندی اصلاحات کار حزبی کرد یا نه؟ اجازه بدید دیگه بحث بشه. بفهمید. خیلی خوب ببخشید. آره. اما یه مطلبی که در ادامهش میخوام بگم، این عدم پاسخگویی ها رو خیلی جاها دارن استفاده های غلط و بدی ازش میکنن. ما یه بار اینجا حداقل مطرح کنیم که این نشه. این که مطالبه گر هستیم و پاسخ نمیگیریم، نشه این که مردم نتیجه شون این بشه که آقا پس انتخاباتو بزنیم کنار، این سیاه نمایی ها کم بشه، این ناامیدی ها کم بشه. یه واقعیتی وجود داره، اگه حضرت آقا میان میگن اگه منم قبول ندارین بیاین به خاطر کشور، این خیلی ارزشمنده، بیایم به این احترام بذاریم. یعنی چی؟ آقا میان میگن به کسی رای بدین که اینا رو داشته، عدالت داشته. چون من دقیق کامل اینجا تو ذهنم نبود که بنویسم عدالت، ایمان، شجاعت، کارآمدی. یعنی چی؟ یعنی من رهبر جامعه ام، امیدوارم در کاندیداهام همچین چیزی باشه. اگه نباشه که نمیگم مردم بریم به اینا رای بدین. این روحیه امیدواری آقا رو داشته باشیم ما در مردم. و این نهایی، این جمله آخرمه، یه واقعیتی وجود داره. هی میگیم کارآمدی، کارآمدها مثل قهرمانها هستن، به دنیا نمیان، ساخته میشن. اگر قرار منتظر باشیم نسلی متولد بشه که کارآمد باشه، هیچ وقت متولد نمیشه. از همین افرادی که الان هستن باید کارآمد بسازیم، اونم سازوکار خاصه. جناب خردازی، جنبندی نهایی در خدمت شما هست. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از دیدگاه ها و نظراتی که دوستان دادن. مهمترین حرف ما در اصلاحات پاسداری از قانون اساسی است. مهمترین مشخصه‌ای که اصلاحات رو میتونه متمایز از دیگران بکنه هویت قانون اساسی است. اما اگر اصلاح طلبی بیاد بگه من قانون اساسی رو اینچنین قبول دارم یا رهبری رو قبول ندارم، از نظر ما اون اصلاح طلب نیست. از نظر ما او یک فریبکاره. من مثال تمثیل مرحوم آیت الله عظما بروجردی رو زدم. هر کسی که اومد که نمیشه گفت اصولگرایی یا تو مثلا فلان هستی. یعنی کسانی که اگر مشکلات جدی ماهوی در اطراف و اکناف خودشون داشته باشند و ما اون مشکلات رو بخوایم نسبت بدیم به یک جمعی و یک تشکلی یا یک تشخصی، خب این ناجوانمردی است. اگر مثلا در فلان نهاد مثلا انقلابی، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت اطلاعات یا مثلا نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی یک اشکالی ایجاد بشه، آیا مروت و مردانگی حکم میکنه که تیغ رو برداریم بکشیم به صورت همه این عزیزان و همه رو متهم کنیم؟ نه، باید بین همه اینها تفکیک قائل شد و مردم خودشون هم تشخیص میدن. مردم کسی که یه روزی با یه شعاری اومد شد رابین هود و نمیدونم همه جای عالم آدم رو گرفت و حرفای عجیب و غریب میزد، مردم تو دور دوم ریاست جمهوری اتفاقا رأیش از دور اولش هم بیشتر شد، نمیدونم صحبت از هزار قصه پرقصه پردرد عجیب غریب میزد، مردم چطوری نشوندن این سر جاش. ما کاری که میخوایم بکنیم باید به افکار عمومی احترام بگذاریم. افکار عمومی امروز پرسش‌های بزرگی در مقابل خودش داره. افکار عمومی امروز سوالات جدی و زیادی داره. فرق نمی‌کنه این سوالات از دولت، از مجلس، از شورای نگهبان، از هر جا هست. هنرمندانه مدیران خبیر و بصیر اینه که پاسخگوی
پرسش‌های افکار عمومی باشند. اگر این گونه بود، شما مطمئن باشید که راه فلاح و رستگاری رو خداوند برای همه ما تعیین کرده. ما نمیتونیم خودمون رو ادعا کنیم انقلابی هستیم. عملکرد ما میتونه برای انتقال کنه. ما که نمیتونیم بگیم که راه بریم بگیم ما آیت الله عظما هستیم که. ما که نمیتونیم راه بریم که بگیم که حکیم خلیق اخلاقی فلان موضوع هستیم. نه، رفتار ما مشخص میکنه و تشخیص مردم و اتفاقا هویتی که بزرگان برای این تشخیص گذاشتن، احزاب یا گروه های مرجع سیاسی، حضورشون برای چیه؟ همونطور که آقا هم فرمودن، اگر شما به این جنبندی رسیدید نتونستید به افرادی برسید، به افرادی که به دیدگاهتون نزدیک شدن در قالب یک جریان فکری، به اونها رجوع کنید و اونها شما رو بر انتخاب اصلح کمک کنند. و اینها واقعا ما در کشور بعد از 40 سال مشکل قانون نداریم که بخوایم بگیم که ما هیچی نداریم. ما همه چی داریم، منتها باید برگردیم به اون سرچشمه اصلی. اگر برگشتیم به سرچشمه اصلی، اگر برگشتیم به اون هویتی که قانون داره و قانون اساسی داره، مشکلی نداریم، اختلافی هم نداریم. قانون اساسی مشخص کرده نماینده مجلس بر اساس هویت قانون اساسی نماینده مجلسه، وزیر بر اساس هویتی که قانون اساسی تعیین کرده وزیره، رئیس جمهور بر اساس هویتی که قانون اساسی تعیین کرده رئیس جمهوره، شورای نگهبان بر اساس همون هویت و پاسخگوی مردم باشه. تخته نکنیم، نه کسانی شورای نگهبان رو باید تخته کنن، نه کسانی مردم و پرسش های گروه های مرجع سیاسی رو باید تخته کنن. خب اگه شما امروز پاسخگوی مردم نباشید و گروه های اصلاحاتی نباشید، ما مگه میشه اصلاح طلبی داشته باشیم که در انتخابات شو بگه من شرکت نمیکنم؟ اگه کسی این باشه اصلاح طلب نیست. ما میگیم آدم نداریم، لیست معرفی کنیم، کمک کنید برید لیست های ما رو تایید کنید، افرادی که قابلیت تایید رو دارن انجام بدید. ما کی گفته که مجلس رو مجلس گذاشته رو دفاع میکنیم؟ خودمون بیشترین نقد رو بهش داریم. اگه چه در اومدن سرکار اومدنش هم نقش داشته باشیم، مگه در سرکار اومدن دولت های گذشته، دولت های پیشین نقش نداشتن بعد از آقایون؟ چطور اونجایی که به نفع خودمون میشه یه جوری دیگه مسئله رو ببینیم، اینجایی که به ضرر خودمون میخوایم جوری دیگه مسئله رو ببینیم؟ همه چی قاعده داره، قانون داره، بر اساس اون قاعده و قانون انشاءالله خداوند کمک کنه به تمام ما که بتونیم پاسدار اصول و معیارمون باشیم. ببینید چرا من توی مسابقه گفتم چرا قاسم سلیمانی عزیز مردم شد؟ برای قاسم سلیمانی اصولگرا و اصلاح طلب، عوام و خواص، خودی و غیر خودی مفهوم نداشت. اون دختر بعد حجابر هم میگفت دختر منه، اون دختر محجبر هم میگفت بچه منه. قاسم میگفت اون بچه حزب‌اللهی بچه منه، اون بچه هم که اشتباهاتی تو جامعه داره بچه منه. خودی و خیر خودی نکنیم، بارها و بارها پخش شده. بارها من و قاسم سلیمانی میشستیم و زار میزد و گریه میکرد که این راهی که دارن بعضی ها میرن و کشور رو دارن این راه دوچار میکنن و این تفکیک هایی که دارن میکنن و این جدایی هایی که بین ما دارن میندازن، این معلوم سرنوشتش چی میشه. توی جلسه بودم، قاسمی رو خون اهل ایرانی ما، ایرانی ما، ایرانی ما، شبنم یک صبح خندانی ما، خیمه های ما جدا، خیمه های ما جدا، دلها یکیست. عرضم به خدمت شما که حقیقت قضیه به اقصای وضع موجود اگر بنگریم و صادقانه بخوایم کمک کنیم به همدیگر، اون هستش که درک کنیم برادر مقابل شما، برادر یا گروه تنهای شما چه نیازی داره و چه کمکی میشه بزرگ و اون کرد که او هم در مساله ملی و حفظ هویت ملی مثل شما بیانش. بزرگوارید، خیلی ممنونم آقای خرزی، لطف کردید. ممنونم از دوستانی که در خدمتشون بودیم. ممنون از
حضار محترم ببخشید اگه فرصت نشد همه دوستان بتونن صحبت بکنن. این چند برنامه در خدمت جناب آقای صادق خرازی عزیز بودیم، استفاده کردیم از مباحثشون. خب بحثم خیلی داغ شد و بالا پایین زیادی داشت و این بحث ها رو که قطعا کمک میکنه به اینکه هم مردم حالشون بهتر بشه، مطالباتشون رو ببینن که رسانه ملی داره میپردازه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. همچنان منتظر این هستیم که نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی و شبکه‌های اجتماعی که خیلی جدی دوستان و همکاران هم توی برنامه پیگیری میکنن، میخوایم نظرات شما رو حتما دریافت بکنیم. ممنون، شب شما بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.